بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله حمد و ستایش از آن خدای بزرگ او که ما را به مسیر توحید و حق هدایت فرمود و همانا اگر او هدایت ما نمی کرد خود راهنمایی نمی شدیم بعد سلام خدمت دوستان عزیز در بنیاد توحید تشکر میکنم از اینکه در این دورای وانفسای کرونا هنوز کوشا هستید، سایی هستید و مجالس سخنرانی رو در فضای مجازی برقرار میکنید جای تقدیر و سپاسگزاری داره امیدوارم که صحبتی رو که امشب پیرامون فضیلت تقوا ارز میکنن برای شما خالی از فایده نباشه این صحبت طبیعتاً در زیل مباحث اخلاق باید قلم دادش کرد و سخن از یکی از فضائل بسیار مهم به ویژه در اخلاق دینی ما مسلمانان هست و اگر من بخوام فراتر از مکتب دینی خودمون سخن بگم باید بگم در همه سنت‌های دینی و عرفانی تواضع یک فضیلت مهم بلکه بنیادین و فاوندیشنال تلقی میشه و این به هیچ وجه گیزافه نیست که من عرض میکنم یک فضیلت بنیادین شما به هر طریقت معنوی که عطف نظر کنید خواهید دید که تواضع رو یکی از لوازم اساسی پیشرفت معنوی معرفی می کنند و سالک باید بر روی این فضیلت خیلی کار کنه به این فضیلت آراسته بشه اگر سودای کمال معنوی داره از همین روز که مولا علی تواضع رو یکی از ویژگی های برجسته پارسایان میدانه در خطبه متقین خطبه حمام در نهج البلاغه اون بزرگوار میفرماید مشی و تواضع تواضع مشی و روش زندگی پارسایان هست یعنی اصلا خود تواضع یک نوع اسلوب زندگی هست حتی در علوم انسانی مدرن به ویژه روانشناسی برخی از صاحب نظران معتقدند که تواضع به بهبود روابط سالم انسانی کمک میکنه Humility promotes interpersonal relationships. و فکر میکنم انشاءالله در انتهای صحبت این نکته بهتر معلوم خواهد شد که چرا روانشناسان چنین رعی دارن اما شوربختانه باید گفت که در جامعه دینی ما مسلمانان به ضرورت ادغام تواضع در زندگی روزمره توجه کافی و وافی نمیشه به ضرورت ادغام تواضع در اسلوب زندگی توجه شایسته و بایسته نمیشه و صرفا کلیگویی میشه که فی المثل تواضع بسیار مهم هست پیشوایان دین بر اون تاکید کردن اما اینکه حقیقت تواضع چیست تواضع چه صورت ها و جلوه های عملی داره چگونه میتوان تواضع رو تمرین کرد به این ظرایف و دقایق انایت چندانی در جامعه دینی ما نمیشه انشاءالله به حول و اون الهی امشب در حد بسع خودم میکوشم که پیرامون همین زرایف و دقایق نکاتی رو با شما عزیزان در میان بگذارم و مشخصا به بررسی چند پرسش مهم خواهم پرداخت اینکه اولا تواضع یعنی چه تواضع در چه بستری ظهور و رشد میکنه برکات و ثمرات تواضع کدام هستند و در انتها پاره ای از تمرینات عملی practical exercises رو ذکر خواهم کرد که همه ما میتونیم در زندگی روزمره این تمرینات رو به کار بگیریم و بعدا فضیلت تقوا رو در وجود خودمون و در شخصیتمون بالنده کنیم اجالتا این مسائلی است که امشب تر خواهم کرد اما ما بپردازیم به اینکه که اصلا تواضع یعنی چی؟ تواضع یک واژه عربی است معادل فارسی اون فروتنی و همینطور خاکباشی هست متأخرین ما غالبا فروتنی رو به عنوان معادل تواضع به کار میبرند اما در قرون متون متقدم ما فیلمسل در مقالات شمس تبریزی یا مصنوی شریف مولانا شما این واژه خاکباشی رو پیدا می کنید که خود من هم خیلی می پسندم مترادف تواضع هست و در زبان انگلیسی هم هیومیلیتی به نظر من واژه مناسبی هست برای ترجمه تواضع اما در زبان عربی تواضع از ماده وزعه به معنای فرونهادن هست فرونهادن برای مثال وقتی که زن باردار فرزند خودش رو به دنیا میاره میگویند که فلانی وزعه حمل کرد یعنی بار خودش رو فرونهاد نهاد حالا سخن سوال اینجاست که انسان باید چه باری رو فرو بگذاره تا متواضع بشه اون بار چیست خودبینی خودبینی اون باری که آدمی اگر بر زمین بگذاره متواضع میشه خودبینی هست واژه متضاد تواضع تکبر هست تکبر از ماده کبر به معنای بزرگ هست آدم متکبر خود بزرگ بین هست یعنی وقتی که میخواد به خودش نگاه کنه وقتی میخواد خودش رو در بوته سنجش قرار بده محک بزنه یه ذره بین به دست میگیره و قوت و خوبی های خودش رو دنبال میکنه و اونها رو بسی بزرگتر از آنچه هستند میبینه و به خودش نشون میده چنان مفتون و شیفته خودش میشه در این بزرگ دیدن خوبیهای احتمالیش که اصلا به نقصان ها و کاستی های خودش نظر نمی کنی خودش رو نمی بینه چنین فردی خودشیفته خواهد شد و خودش رو مرکز سقل عالم تلقی میکنه به طوری که همه چیز و همه کس باید به دور او بگردند خادم او باشند و اگر این بیماری تکبر در کسی اوت کنه اصلا فرد خود رو معیار خوبی و بدی قلمداد میکنه معیار تمیز شایست از ناشایست تلقی میکنه این درد بیدرمانی است و شوربختانه این رو امروزه در بین رهبران کشورها شما فراوان میبینید یعنی هر چه که منافع و مطامع فرد متکبر رو تأمین کنه خوب هست و هر چه در اون راه اخلال بکنه بد هست از همین رو عرض کردم که آدم متکبر خودشیفته هست خود فریفته هست چون خود رو معیار خوبی و بدی قلم داد میکنه غرور کاذب پیدا میکنه چنین فردی برعکس آدم متواضع که بار خودبینی خودش رو فرو نهاده همون باری که بر جانش سنگینی میکنه اصناف نیکی ها رو دریافت خواهد کرد به ترتیبی که خواهم گفت اما اگر که آدمی نتواند این بار خودبینیش رو بر زمین بگذاره برعکس اصناف رزیلت ها اصناف اختلالات شخصیتی و ناهنجاری های شخصیتی رو پیدا خواهد کرد آدم متکبر همونطور که روانشناسان به درستی میگن امروزه از داشتن روابط سالم انسانی محروم هست نمیتونه رابطه سالمی با اعضای خانواده خودش با کامیونیتی خودش پیدا کنه در محل کار چرا که همه کس رو محکوم و منکوب خودش میخواد همه باید کوچک بشند تا او خودش رو بزرگ ببینه همه باید تحقیر بشن تا او خودش رو عزیز بیابه چنین فردی اصلا تعادل شخصیتی نخواهد داشت تعادل شخصیتی نخواهد داشت و اصلا به قول مولانا از انسانیت کم خواهد داشت در مصنوی که دفتر سوم مولانا در همین زمینه میفرماید ای که جزو این زمینی سرمکش، چون که بینی حکم یزدان در مکش چون خلقناکم شنودی من تراب خاک باشی جست از تو رو متاب مولانا در بیت دوم که میفرماید چون خلق ناکم شنودی من تراب اشاره داره به آیه پنج در سوره مبارکه ی حج که میفرماید فانا خلقناکم من تراب ما شما آدمیان رو از خاک آفریدیم حالا مولانا میگوید تو که اصل خاکی داری تو که از خاک هستی پس خاک باشت این همانی است که در زبان فارسی تعبیر میشه به خاکی بودن شما به خصوص قدیمی ترها این تعبیر رو زیاد شنیدین که میگیم فلانی خیلی خاکی هست یعنی آدم متواضعی هست ما در زبان انگلیسی هم شبیه همین عبارت فارسی رو داریم He is down to earth اجالتا همه این تعابیر همه این اصطلاحات دال بر این هست که اون آدمی که از خاکباشی و تواضع کم داره از انسانیت کم خواهد داشت رضا خاکباشی یکی از نشانه های انسانیت است ببینید این صحبت رو باید جدی بگیریم که عرض می‌کنم تواضع یکی از نشانه های انسانیت هست عارفان ما پیامبر بزرگوار اسلام رو انسان کامل میدانند the perfect man رسول اکرم رو مظهر کمال انسانی میدانند ملا صدرا یک معیاری برای کمال معرفی کرده که فکر می کنم در کانتکس صحبت امشب شنیدنی باشه ملا صدرا می گوید که هر کسی قدرت حزم از داد بیشتری رو داشته باشه در شخصیتش اون فرد کاملتر هست هرچه آدمی بتواند از داد رو در وجود خودش حزم کنه و جمع کنه اون فرد آدم کامل تری هست برای مثال فقر و صبر کسی که فقیر هست خیلی در معرض کارهای خلاف اخلاق هست برای تأمین معیشتش برای دزدی کردن حالا اگر آدم فقیر صبور باشه و دزدی نکنه این فضیلت خیلی بزرگی هست یعنی آدمی بتواند فقر و صبر رو با هم داشته باشه یا قنا و شکر آدم متمول معمولا شاکر نیست اما اگر فرد متمول و توانگر شاکر باشه یعنی در حقیقت دو فضیلتی که معمولا دیریا پس و دیر هنگام نصیب کسی میشه رو در وجود خودش توانسته جمع کنه یا زهد و خوشخویی زاهدان به تعبیر حافظ عموما یا علل اغلب اینها ترش رو هستند اما اگر کسی بتواند زهد ببرزه و خوشخو هم باشه دو فضیلت رو در خودش جمع کرده و این نشونه کمال هست به همین معنا پیامبر در اوج کمال بود یعنی اوصافی که معمولا در یک وجود جمع نمیشن اون بزرگوار اون اوصاف رو به تناسب در کنار یک دیگر در وجودش قرار داده بود شخصیت او روح و روان متعادلی داشت حالا توجه کنید که مولانا درباره پیامبر چی میگه یعنی کسی که انسان کامل بود بنا بر روایت کثیری از عارفان ما این عبارتی که الان برای شما میخونم در فیه مافیه آمده مولانا میگوید شاخی را که میوه بسیار باشد آن میوه او را فرو کشد و چون میوه از حد بگذرد استنها نهند تا به کلی فرو نیاید پیغامبر عظیم متواضع بود زیرا که همه میوه های عالم از اول تا آخر بر او جمع بود لاجرم از همه متواضع تر بود ما سبق رسول الله احد به سلام هرگز پیش از پیغامبر بر پیغامبر نمی توانست کسی سلام کردن زیرا پیغامبر پیش دستی می کرد از قایت تواضع و سلام میداد. ببینید در این حد پیامبر انسان متواضعی بود که حتی اجازه نمیداد کودکان در سلام کردن بر او سبقت بگیرند هیچ کس به رسول خدا نزدیکتر از مولا علی نبود ملاحظه کنید که حالا مولا علی رسول خدا را چطوری معرفی میکنه خیلی میشه اوصاف برای پیامبر آورد در خطبه 159 مولا علی میفرماید درباره پیامبر و لقد کان رسول الله یاکل علی الارض پیامبر چنان بود که بر زمین می نشست و خوراک می خورد و یجلسو و جلست العبد و چون بردگان می نشست نه اینه که آقا ما بشین روی صندلی حالا دیگران بیان رو زمین بشینن حالا در صندلی چوبی هم داریم اما ما باید اون بالا بشینیم یعنی مشخص باشه که عظیم چه کسی هست و یجلس و جلست العبد و چون بردگان می نشست و یخصف و به یدهی نعله و کفشش را با دست خودش پینه میزد و یرقع و به یدهی ثوبه و لباسش را با دست خودش وصله می کرد و یرکب الهمار العاری و یردفو دف خلفه و بر خر برهنه نه بر اسب که در اون زمان نشانه شرافت بود اشراف همه سوار بر اسب می شدن و پیامبر هم می توانست سوار بر بشه اما نمی شد و یردف و خلف و یرکب کبل لهمارل آری نه فقط سوار خر می شد خر برهنه و از اون مهمتر کس دیگری رو هم بر خر سوار می کرد اون کسی که به معراج رفته بود کسی که خالق این عالم عظیم کیهانی او رو به وصف رحمتا للعالمین معرفی میکنه این گونه روش زندگیش بود به قول مولانا کسی که نهایت کمال انسانی بود این گونه میزیست و چنین مشی و روشی در زندگی داشت اهل تکلف نبود اهل تکبر نبود به عبارت دیگه میخوام این عرض کنم این, جمع... این عبارت رو از من همباره با خودتون داشته باشید مولانا مولا علی اینها چی دارن به ما میگن معراج و تواضع با هم مقارنند با هم حرکت میکنند آدم امکان نداره به معراج بره و متکبر باشه شما هر وقت یک آدم گنده دماغ پیدا کردید و یافتید بدونید که اون آدم هنوز نتونسته از سطح زمین اوج بگیره معراج و تواضع با هم مقارنند با هم هستند پیامبر برای تعلیم غیر این کارا رو نمی کرد فیلم بازی نمیکرد مثل روحانیون امروز ما فیلم بازی نمیکرد. برای تعارف نبود این گونه معشی و روش و اسلوب برای زندگی مقتضای وضعیت وجودی دگرگون شده ای او بود او چون به معراج رفته بود اقتضاش همین بود طبیعتا این گونه زندگی می کرد خب این معنای تواضع هست اجازه بدید حالا من یه دیتور بگیرم یه پرانتز باز کنم قبل از اینکه عمیقتر وارد این مسئله بشم یه توضیحی بدم درباره یک بدفهمی بسیار رایج پیرامون تواضع من وقتی که در مجالس درباره تواضع سخن میگم بعد از سخنرانی خیلی ها میان از من میپرسن یا حداقل کامنت میدن که فیلمسل من در برابر همسرم خیلی کوتاه میام هرچه من بیشتر کوتاه میام او بیشتر دست بالا میگیره بیشتر سوار میشه میپنداره که من آدم ساده و ضعیفی هستم یعنی تواضع من رو فروتنی من رو حمله بر ساده لوحی من میکنه حمله بر ضعف من میکنه ببینید برخی به غلط تواضع رو با تزلل خلط می کنن. تزلل یعنی زلت پذیری تواضع اصلا به معنای توسری خوردن نیست به معنای زلت پذیری نیست برخی به غلط میپندارند که تواضع نوعی دعوت به خود کوچه کردن هست در حضور دیگران خود را پایین آوردن هست یا به تعبیر انگلیسی زبانها ها putting yourself down از همین رو به خاطر همین بدفهمی فیلسوفانی همچون دیوید هیوم و یا فردریک نیچه اصلا تواضع رو نه تنها یک فضیلت نمیدانند بلکه تواضع رو رزیلت میدانند Humility is an evil according to Hume and Nietzsche چرا که به زعمون ها تواضع در آدمی القاء حقارت میکنه القای کوچکی میکنه it promotes low self esteem it promotes self denigration ببینید اینها humility و humiliation رو با هم دارن خلط میکنن یا دست کم آنگونه که در الهیات ما مسلمان ها طرح میشه humility به معنای یومیلیشن نیست تواضع به معنای تزلل نیست در کلام خدا در کلام پیشوایان دین و عارفان ما هیچگاه از آدمی خواسته نشده که روی خودش دست کم بگذاره عجز پیشه کنه هرچه بر سرش زدن دم نزنه تواضع مطلقا به معنای سواری دادن نیست به معنای ساده نیست It doesn't mean naivety. همون قرآنی که از ما میخواد متبازع باشیم به ما تعلیم میده لقد کرمنا نابنی آدم. ما انسان رو تکریم کردیم. نوع بشر رو کرامت بخشیدیم. به قول مولانا تاج کرم ناس بر فرق سرت. توقع تینا که آویز برد ما آدمیان رو خداوند اینگونه خلق کرده کرامت نه حقارت اما در این حال اما در این حال انسان متواضع استعدادها و توانمندیهای خودش فضلهای خدادادش رو میشناسه و به کار میگیره تا پیشرفت کنه چون میدانه خداوند لقد کرمنا بنی آدم میدانه که وظیفه او پیشرفت هست اوج گرفتن هست اما در عین حال انسان متواضع از محدودیت های ذاتی خودش هم با خبر هست خود رو گل سرسبد نوع بشر نمیپنداره توانمندی و توانگری در او غرور کاذب ایجاد نمیکنه از همین رو انسان متواضع هیچگاه تمنای اربابی نمیکنه کوس خدایی نمیزنه خود رو از ما بهتران تلقی نمیکنه یعنی هم نقاط قوت و توانمندی های خودش رو خوب میدانه و هم ضعف ها و سا... کاستیهای های ساختاری خودش رو و از طرف دیگه میدانه که سایر آدمیان هم از قوت و توانمندی برخوردارن فقط همه توانمندی ها و خوبی ها که در بکپک اون نیست از این نکته هم قافل نیست خب حالا اجازه بدید این توضیح رو دادم که انشاءالله این بدفهمی اینجا صورت نگیره که مراد از تواضع تزلل و ذلت پذیری است حالا برگردیم به ادامه صحبت های اصلی خودم ببینید تواضع آنگونه که در قرآن کریم در کلام پیشوایان دین و عارفان ما مطرح است فقط یک دعوت نیست It's not an یک موعظه هم نیست نوعی تلقین یا برین واشینگ هم نیست بلکه تواضع مولود خودشناسی هست تواضع فرزند خودشناسی هست به عبارت دیگه تواضع یک خاصگاه معرفتی ویژه‌ای داره بر یک متکای تکیه زده یعنی کافی نیست که همینطوری ما به افراد بگیم که خب متواضع باشید پند و اندرز دادن کفایت نمیکنه آدمی با پند و اندرز خالی و صرف متواضع نخواهد شد چرا که تواضع یک خاصگاه معرفتی خاص داره متکا لازم داره تواضع نهالی هست درختی هست که در یک بستر وجودی خاصی رویش میکنه و پرورش پیدا میکنه کدام بستر کدام خواستگاه کدوم متکا آدمی وقتی موقعیت و وضعیت خودش رو در این نظام عظیم کیهانی به درستی دریافت به طور کاملا طبیعی متواضع خواهد شد naturally, without much effort, without any need for reminders. به طور کاملا طبیعی آدمی متواضع خواهد شد فارق از اینکه دیندار باشه یا نباشه فارق از این اینکه خدا پرست باشه یا ایتیست باشه کارل رو احتمالا خیلی از شما میشناسید یکی از مشهورترین کیهانشناسان قرن بیستم بود خدا رحمتش کنه ایشون تعلیفات زیادی هم در, زمین در رشته کیهانشناسی برای جامعه غیر علمی داشت من زمانی که دانشجو بودم مرحوم کارسیگن هنوز در قید حیات بود در کورنل تدریس میکرد و من خیلی علاقه داشتم به مقالاتی که اون او می نوشت کتاب های اون رو می خوندم. من حالا یک عبارتی رو از کارسیگن اینجا برای شما می خونم. که در این عبارت او کوشش میکنه جایگاه ما آدمیانی که روی کره زمین زندگی می کنیم و کره زمین ما در دل کازموس یا کیهان شناور هست رو برای ما ترسیم کنه The Milky Way galaxy is one of billions, perhaps hundreds of billions of galaxies. Some deep sky photographs show more galaxies beyond the Milky Way than stars within the Milky Way. Every one of them, every one of these galaxies, is an island universe containing perhaps a hundred billion suns. Such an image, such an image is a profound sermon on humility. John Kalam in quotation has such an image in Tasviri Kema. با نگاه کردن به کازموس در ذهنمون شکل میگیره is an image Touch an image is a profound sermon on humility ترجمه فارسیش کهکشان راه شیری که منظومه شمسی ما هم در اون هست یکی از میلیاردها بلکه صدها میلیارد کهکشان در عالم است برخی از تصاویر از اعماق آسمان نشان می دهد که تعداد کهکشان ها خارج از راه شیری بسی بیشتر است از تعداد ستارگان درون راه شیری هر کدام از کهکشان ها به سان جهانی است که صدها میلیارد خورشید در خود دارد چنین تصویری اندرزی در تواضع هست چنین تصویری پندی اندرزی در تواضع هست به عبارت دیگه عظمت بیکران هستی به یک فرد عالم و دانشمند درس تواضع میده از همون روز که من اینجا گفتم خدمت شما که تواضع مولود خودشناسی هست تواضع فرزند خودشناسی هست در حدی که من میدونم کارسگن یک فرد خدا باور نبود اما یک عالم کیهان شناس تراز اول بود او با استفاده از تلسکوپ های پیشرفته به همون حقیقتی رسید که رسولان الهی و عارفان ما از طریق شهود باطنی به اون رسیده بودند رسولان الهی عارفان ما که تلسکوپ نداشتن اعماق کازموس رو ببینن در درون خودشون همون حقیقتی که کارسگن با تلسکوپ پیدا کرده بود در درون خودشون شهود کرده بودند حالا آره شما این عبارتی که من کارسگن برای شما خوندم مطابقت بدید مقایسه کنید با این دو بیت که از اسرارنامه اتار نیشابوری برای شما میخونم اتار میگوید زمین منظورش کره زمینه زمین در جنب این نقصقت مینا چو خشخاشی بود بر روی دریا ببین تا تو از این خشخاش چندی سزد گر بر بروت خود بخندی نقصقت مینا مراد از سماوات ولعرض هست یعنی همه کیهان همه کازموست بروت هم مجازن یعنی غرور و تکبر زمین در جنب این نقصق مینا چو خشخاشی بود بر روی دریا ببین تا تو از این خشخاش چندی سزد گر بر بروت خود بخندی درست؟ ببینید کارسیگن و همینطور اتار نیشابوری یک حقیقت واحد رو گزارش میکنن و اون این که آدمی وقتی که بیکرانگی هستی رو شهود کرد و دریافت سمره اون معرفت خشیت خواهد بود به تعبیر زیبای قرآن کریم سمره اون خشیت خواهد بود وقتی آدمی با یک امری بی نهایت عظیم رو در رو شد که نمیتونه بر اون احاطه پیدا کنه بر اون قلبه پیدا کنه مهابت اون بینهایت عظیم آدمی رو خاضع میکنه خاشع میکنه متواضع میکنه کارل سیگن که باورهای دینی نداشت نام اون بینهایت عظیم رو کازموس میگذاشت کیهان رسولان الهی عارفان ما کیهان یا کازموس رو ظهور یک امر متعالی می‌دانند ظهور یک امر متعالی می‌دانند و نام اون امر متعالی رو خدا زارند به عبارت دیگه این کازموس این هستی ظهور خداوند هست مستقل از خداوند نیست اما در هر دو حال شما چه این هستی بیکرانه رو اسمش کازموس بذارید مثل کارسگن چه خدا بگذارید بر زعم خدا باوران محصولش یکی بیشتر نیست محصول اون آگاهی مهابت انگیز و خشیت آور تواضع هست humility همانی که کارسیگین گفت such an image is a profound sermon on humility وقتی که آدمی خود رو شناخت وقتی به کوچکی ذاتی خودش در نسبت با هستی بینهایت از این پی اون وقت دیگه دست و پای خودش رو جمع میکنه حد و اندازه نگه می داره نه گندگویی میکنه و نه گند دماغی خب این خواستگاه معرفتی تواضع هست بستری است که در دل اون تواضع ظهور میکنه و رشد میکنه خب حالا بپردازیم به این پرسش که برکات و ثمرات تواضع چیست آدمی وقتی که از این فضیلت بهرهمند شد این فضیلت در جانش نشست شخصیتش چه جلوه هایی خواهد داشت چه ثمراتی تواضع برای او خواهد داشت ببینید تواضع نهالی است که اگر در وجود کسی روید و رشد کرد میوه های معنوی و شخصیتی نیکوی فراوانی تولید میکنه یعنی خیلی خصلت های نیک دیگری رو این فضیلت تواضع تقضیه میکنه پرورش میده یعنی تواضع به منزله خوراک هست برای کسیری از فضیلت های دیگه ببینید این نکته هم فوق العاده حائز اهمیت است فضیلت ها و رزیلت ها یه شبکه هستند یا نتورک با هم پیوند دارند به یک دیگر قضا می رسونن هم دیگر رو تقضیه می کنن این, سو این نکته ای که الان من خدمت شما دارم عرض میکنم این شاید یکی از مهمترین نکاتی است که من امشب عرض می کنم برای شما این فوق این نکته های اهمیت هست برای اونهایی که سودای کمال معنوی دارن دوست دارن شخصیت اخلاقی داشته باشند فضیلت ها و رضیلت ها شبکه هستند با هم مرتبطن به هم نون قرض میدن تقضیه میکنن هم رو وقتی یک فضیلت یا رزیلت تقویت شد فربه شد سایر فضیلت ها و یا رزیلت ها رو هم تقویت میکنه و چالاکتر میکنه حالا من چند تا از فضیلت های نیک دیگه که از تواضع خوراک گیرن تواضع اونها رو تقویت میکنه خدمت شما سریعا عرض میکنم تواضع هدایت پذیری و پند پذیری رو آسانتر میکنه اولین دومین آیه سوره بقره چی میگه کل کتاب لا ریب فیه هدن للمتقین این کتاب که در حقانیتش هیچ شک و تردیدی نیست هدایت میکنه پارسایان رو پارسایان همون ها هستند آدم هایی که حاضرن پند بگیرن اونهایی که ظرفیت پند پذیری دارن این قرآن به اونها پند میده لذا برای ما مسلمان ها هدایت پذیر بودن و پند پذیر بودن نکته فوق العاده حائز اهمیت است و تواضع به اون مدد میرسونه ببینید یکی از چیزهایی که هدایت پذیری رو سخت دشوار و بلکه ناممکن میکنه تکبر هست تکبر مولانا در مصنوی فراوان به این نکته فاخر اشاره کرده من جمله در دفتر سوم و چهارم حکایت نوح و فرزندش کنعان آورده برای مولانا در مصنوی کنعان نماد استکبار علمی هست استکبار علمی یعنی چی یعنی اینکه آدمی به واسطه توهم استقنای کاذب گوشش به حرف دیگری بدهکار نباشه حاضر نباشه سخن دیگری رو بشنوه نوح به فرمان خداوند کشتی ساخت و اعلام کرد به طایفه خودش به قوم خودش به امت خودش که یک طوفان مهلکی در راه هست که همه چیز رو نابود خواهد کرد به فرزندش کنعان هم گفت که تو بیا سوار بر کشتی بشو که نجات پیدا کنی از این طوفان مهلکی که در راه هست کنعان از سوار شدن بر کشتی احتراز کرد چرا چون شناگری بلد بود نوح به او گفت این مکان... این موج طوفان بلاست دست و پا و آشنا امروز لاست گفت تو نمیتونی با توکل بر شناگرید جان سالم به در ببری از این محلکه ای که در راه است شناگری خیلی خوب هست برای یک روز آفتابی در دریاچه نه در یک سیلاب کنعان احتجاج کرد که خب حالا اگر که شناگری به کار من نیاد در این طوفان اصلا من میرم بر سر کوه مشید میشینم یه کوه بلندی پیدا میکنم میرم بر سر اون کوه میشینم تا این سیل بیاد رد بشه در نهایت خب سیل آمد و کنعان رو با خودش برد حالا مولانا این رو میخواد دیگه که غرور اطمینان کاذبی به کنعان داده بود غرور مثل یک پلاگی بود که این تو گوشش قرار داده بود میپنداشت که حاجت به هدایت غیر نداره حاجت به دستگیری و پند گرفتن نداره حالا مولانا میگه کاشکی او آشنا ناموختی تا طمع در نوح و کشتی دوختی کاش چون طفل از هیل قافه جاهل بودی تا چو طفلان چنگ در مادر زدی کودکان نوعا ضعیفن هم به لحاظ جسمی ضعیفن هم به لحاظ عقلی اما آنچه که باعث بقای کودک میشه میدونین چی هست تواضع ذاتی کودکان هست ذاتن کودکان متواضعند برخلاف کنعان وقتی که بهش گفتی دستتو تو تو آتیش نکن نمیکنه اگر کرد میسوزه دستش همین تواضع ذاتی است که کودکان رو علا رقم ضعف جسمی و عقلی نجات میده آدم متکبر توهم استقناع داره توهم بینیازی داره از همین رو خودش رو نیازمند پند و هدایت نمیدونه اما برعکس آدم متواضع آماده شنیدن حرف های نو هست آماده شنیدن حرف های جدید هست پندپذیر پذیر هست و این فوق العاده نعمت بزرگی است و اما دومین برکت دیگری که تواضع برای ما میاره اعتراف به خطا هست تواضع اعتراف به خطا رو آسانتر میکنه اعتراف به خطا بدون تردیز حاجتمند تواضع هست آدمی اگر متواضع نباشه که never say I'm sorry I made a mistake خب الان یکی از همین متکبران رو ما در وایت هاوس میبینیم دیگه اگه صد کرونا گرفته هنوز حاضر نیست بپذیری که بابا این ماسکی که آقای فاوچی شیش ماه قبل گفت باید بزنی حاضر نیست که بزنه و بعد از اینکه کرونا گرفته هنوز حاضر نیست که بگه آقا خطا کردم تکبر با آدمی چنین میکنه جدی بگیرید این حرف اینا حرف های زندگی ها نگیم آقای ما زیاد چنیدیم من امشب دارم در کنه مطلب میرم ببینید آدمی تا تواضع نداشته باشه نمیتونه اذعان به خطا بکنه برای متوسط ما آدمیان خیلی دشوار هست که بریم و به کسی بگیم در فلان موضوع ما من اشتباه کردم حالا آمدم عذر بخوام میخوام جبران بکنم اعتراف به خطا دشوار هست میدونین چرا چون در این کار آدمی باید قدری خودش رو بشکنه و شکستن خود کار خیلی دشواری هست وقتی که آدمی اظهار به خطا میکنه قدری منیت خودش رو داره میشکنه آدم متکبر نادرن ممکن هست به خطای خودش اعتراف کنه از همین رو نمیتونه هیچ وقت جبران مافات بکنه این آدم نمیتونه شکستگی ها رو در دوستی ها رفو بکنه حتی اگر فهمید که به واسطه خطای او پلی بین او و دوستش خراب شده تکبر نمیذاره بره اتخایی کنه نمی... نمیذاره که بره این پیوند رو دوباره بازسازی کنه برعکتش آدم متواضع راحتتر میتونه عشق خواهی کنه راحتتر میتونه جبران مافات بکنه جبران راحتتر میتونه این پلهای دوستی رو دو که شکسته شده دوباره به حالت اولیه برگردونه و احیا کنه و این هم برکت بزرگی هست که تواضع برای ما میاره و اما سومین ثمره و برکت تواضع تواضع محبت ورزی رو آسانتر میکنه خب ما همه از عشق میگیم این روزها God is love خدا به ما گفته که اهل رحمت باشیم اهل مرحمت باشیم اهل بخشش باشیم این حرف ها شعار خواهد بود همه شعاره مگر اینکه آدم ابتدا متکایی فراهم کنه بستری فراهم کنه تواضع یکی از عناصر مرکبه اون بستر هست که محبت ورزی رو برای آدمی میسر میکنه آدم متکبر هیچگاه نمیتونه محبت ببرزه عشق ببرزه چرا چون خودشیفته است همه چیز رو برای خودش میخواد محبت یعنی بذل و بخشش اون کسی که همه چیز رو برای خودش میخواد که نمیتونه بذل بکنه بذل محبت بکنه از همین رو آدم متکبر به دشواری ممکنه بذل محبت بکنه بتونه ببخشه بتونه عف کنه بتونه گذشت کنه بتونه به دیگری مهر ببرزه چون اساساً مهرورزی با خودخواهی قابل جمع نیست این دو وصله لایت چسبکن بی جهت نیست که مولانا در مصندی میفرماید در همون دفتر اول در همون دفتر اول در همون بی سی بیت اول مولانا میگه یعنی حسابی داره در همون ابتدا ما رو شیرفهممون میکنه میگه این کتاب کتاب وحدت هست عشق وحدت آفرینه دیگه و در همون جاست در همون بیت اگه اشتباه نکنم بیت سوم در دفتر اول هست که مولانا میفرماید شاد باش ای عشق خوش سودای ما ای طبیب جمله علت های ما ای دوای نخوت و ناموس ما ای تو افلاتون و جالینوس ما ای دوای نخوت و ناموس ما دواش چیه نخوت و ناموس مجموعه این چیزهایی که آدمی با خودش آویزون میکنه و او رو متکبر میکنن دوای نخوت و ناموس عشق است محبت هست درست نخوت و تکبر عشق و محبت رو فرار میدن مولانا میخواد اینو به ما بگه فراری میدن این دو هیچگاه در یک جا و در کنار هم جای نمیگیرن تا تکبر نرود و تواضع نیاید محبت ورزی برای کسی میسر نخواهد شد و اما برکت دیگه تواضع تساهل و مدارا رو آسانتر میکنه خب ما امروز در یک جامعه مدرن دموکراتیک زندگی می کنیم فراوان هم از ما خواسته میشه که بی تالرنت اهل مدارا باشید خب ببینید این هم باز شعار خواهد بود اگر ما متکایی فراهم نکنیم تالرنس فقط یک شعار خواهد بود خب این رئیس جمهور امروز ما چرا انقدر با تالرنس مشکل داره انقدر با غیر خودی مشکل داره با مسلمان با خارجی با اسپانیش با مکزیکی چرا به خاطر که آدم متکبریه آدم متکبر هیچ وقت نمیتونه اهل تالرنس باشه اهل مدارا باشه مدارا یعنی با کسی نرمی و ملاطفت کردن آدمهایی که متکبر هستن شعارشون چیه؟ هر که با ما نیست بر ماست. If you are not with us, you are against us. این گونه آدم های متکبر حق، حسن و خوبی رو فقط در نزد خودشون، در نزد طایفه خودشون میپندارند. و اگر کسی چنین توهمی داشت، خب چگونه میتونه با غیر خودی تساهل بکنه اون غیر خودی که حزی از خوبی حزی از شعور حزی از حسن نبرده برعکس آدم متواضع که خودش رو عقل کل نمیپنداره راحت تر میتونه غیر خودی رو تحمل کنه راحت تر میتونه به غیر خودی احترام بگذاره چون که خودش رو جامعه جمیع نیکی ها و خوبی ها نمی پنداره. این نکته فوق العاده است به خاطر همین امر هست که تواضع صلح و دوستی رو آسان تر میکنه تواضع صلح و آشتی رو هم آسان تر میکنه آدم های متواضع راحت تر میتونن وقتی که با هم به هر حال مشکلی پیدا میکنن دعوایی پیدا میکنن راحت تر میتونن با هم صلح کنن آشتی کنن آدم های متکبر بنابر فرموده قرآن کریم جایگاهشون در جهنم هست و در جهنم هم هنوز با هم دعوا دارن در جهنم هم هنوز حاضر با صلح و آشتی با یکدیگه نیستن. اما بهشتی ها اینها آدم های و در بهشت هست که تواضع اونها برای اونها رایحه سلام رو میاره فرموده قرآن هست رایحه سلام سلامتی آشتی صلح دوستی خب اجازه بدید که در آخرین بخش صحبتم حالا این قدری پرکتیکال تر صحبت کنم قدری درباره practical steps we can take in order to augment our humility تمرین های تواضع باز نگیم که آقا نمیدونیم آره پیشوایان دین به ما گفتن که تواضع باشیم ولی هیچ وقت اون نگفتن که چه تمرین هایی را انجام بدیم که بیشتر به توانی متواضع باشیم ببینید <تص> اگر ما واقعا میخوایم به فضائل آراسته باشیم همه فضیلت ها باید تمرین کنیم هیچ کسی از مادر با این فضیلت ها زاده نمیشه بله ما به فرموده قرآن کریم استعداد فض جذب فضائل رو داریم استعداد پرورش فضائل رو داریم اما فضائل میوه نیستند که بر روی درخت میروین حالا ما میریم اون میوه ها رو میخوریم و فضائل در وجودمون جان میگیرن نه فضیلت ها میوه نیستن درختند نهالند که باید در وجودمون اونها رو پرورششون بدیم اون, اون درخت فضائل رو باید تقضیه کنیم آبیاری کنیم خب حالا اجازه بدید پاره ای از تمرینات عملی practical exercise رو اینجا ذکر کنم که برای تواضع در حکم قضا هستند شما هرچه از این تمرین ها بیشتر انجام بدین بیشتر برای اون نهال تواضع در وجودتون خوراک تهیه میکنید همه این 6 هفته اکسرسایز و تمرینی که خدمتتون عرض خواهم کرد همه این تمرینات خودبینی رو در ما فرو میکوبند منیت و خودخواهی رو در ما فرو میکوبند و تدریجا منیت ما رو کوچکتر و کوچکتر می کنند تدریجا all of these exercises shrink our ego اولین تمرین اینا همه پرکتیکال ها همه پرکتیکال چیزای پیچیده و عجیب و قریب نیستن نیازی نداریم که حالا ما کلاس های خیلی ویژه ای بریم نه خیلی هم راحتن والله اگر ما اراده کنیم این تمرینات انجامشون هر روز راحت راحته اولین تمرین listen to others listen to others به سخن دیگران گوش کنیم به جای اینکه وقتی که صحبت میشه صحبتی طرح میشه متکلم وحده باشیم سکوت کنیم و اجازه بدیم دیگران هم حرف بزنند چه در منزل چه در محیط کار چه در بنیاد توحید در مجمع عمومیش یا در مجالس هیئت مدیره فرقی نمیکنه اجازه بدیم دیگران هم حرف بزنن خب به اون جهنمی که امروز اسمش ایران هست که بدون شک و تردید یکی از درهای جهنم در اون کشور باز شده مشکل از اینجاست که بزرگان قوم زعمای قوم متکلم وحده هستند چون متواضع نیستند به حرف دیگران وقی نمی نهند به جای اینکه ما متکلم بحث باشیم سکوت کنیم و سکوتی هم با توجه ببینید یه وقته که ما با ده نفر جمع شدیم دور میز حالا میخوایم تمرین تواضع بکنیم سکوت میکنیم وقتی که فلانی داره حرف میزنه ما رفتیم در یه عالم دیگه داریم سیر میکنیم تو ذهنمونه که حالا تو حساب بانکیمون چقدر پول داریم فردا فلان معامله رو این معنای معنای این حرف نیست که به سخن دیگران گوش کنیم معناش این که توجه کنیم pay attention to what they say یعنی صمیمانه به دنبال این باشیم که دریابیم دیگران چه میگویند ما چه وقت میتونیم صمیمانه تلاش کنیم تا حرف دیگران رو خوب بفهمیم وقتی که پیش داوری نکنیم از قبل نظرمون شکل پیدا نکرده باشه از قبل موضع گیری نکنیم اول خوب گوش کنیم بفهمیم و بعد داوری کنیم وقتی که ما صمیمانه و برای فهمیدن حرف دیگران رو میشنویم در حقیقت داریم به خودمون متذکر میشیم که حرف درست تماما نزد ما نیست داریم به خودمون یادآور میشیم که همه دانشها و بینش ها در انبان ما نیست. نزد دیگران هم هست و ما میتوانیم از دیگران چیز یاد بگیریم. یعنی در حقیقت ما داریم قدری خودمون رو پایین میاریم. یعنی داریم تواضع رو در عمل تغذیه میکنیم این یکی از راههایی است که ما میتونیم تواضع رو در وجودمون تقویت کنیم دومین تمرین admit when you are wrong وقتی اشتباه میکنیم یا مرتکب خطایی میشیم گناه رو به گردن دیگران نمیندازیم ببینید اکشال عمل طبیعی قالب ما همین هست من جمله خود بنده این برادر کوچکتون ببینید سلف دیفنس دیگه ایت سوروایوول مکانیزم ما به مجرد اینکه مرتکب خطایی میشیم حس میکنیم که اگر از به خطا بکنیم دیگران دگون اتاکاس و این بیا حالت ابگویی ایت ان ایولوشنری بیلت ان مکانیزم تو دیفند اورسلف اولین اکشل عمل اینه که نه نکردم دیگ... این گناه بر دیگری مقصر هست اما اگه میخوایم تمرین تواضع بکنیم گناه رو به گردن دیگران نندازیم از پذیرش مسئولیت شانه خالی نکنیم نپنداریم که پذیرش خطا علامت ضعف ما هست برعکس میخوام بگم پذیرش خطا علامت اعتماد به نفس هست سلف کانفیدنس هست علامت سلف استیم هست علامت این هست که ما خودمون رو قوی میدانیم از درون و همین پذیرش خطا منیت رو فرو میکوبه اون منی اون منیتی که میخواد همواره بگه من بهترینم وقتی که ما اذعان به خطا میکنیم اون رو ما فرو میکوبیم سومین درس عملی یا تمرین عملی give other people credit if you are employed if you work in a company do you do that do you give credit to other people when credit is due ما آدمیان موجودات اجتماعی هستیم در خانه در کارخانه در اداره در انجمن ها در بنیاد توحید با هم مشارکت می کنیم در در پروژه ها آدم های خودخواه همواره میخوان در این پروژه ها همه نتایج رو به حساب خودشون بنویسن گویی که دیگران هیچ نقشی در این موفقیت نداشتند. They don't give credit to other people اینا قصه نیست این انقلاب پنجا و هفت ایران رو اونهایی که درش بودن به خاطر دارید در سال پنجا و هفت پنجا و هشت بدبختی ما از همین جاها شروع شد که رهبران جامعه ما این درس های خیلی ابتدایی در اخلاق دینی رو یاد نگرفته بودند درس های خیلی ابتدایی این تمرین رو انجام نداده بودند نه خودشون بلد بودند و نه معلم های اونها بلد بودند و بعد یک ملتی رو در این گرداب انداختن در اون انقلاب احزاب سازمان های گوناگونی در شکل گیری و پیروزیش نقش داشتن حالا من بر سر اینکه انقلاب خوب بود یا بد بود اینجا صحبت نمی کنم به هر چه بود به هر حال خیلی احزاب و سازمان ها درش دخیل بودند اصناف اخشار مختلف مردم با ایدئولوژی های گوناگون درش دست داشتند اما روحانیون که از قضا کمترین نقش رو در اون انقلاب داشتن در رسیدن و بعد انقلاب رو به نام خودشون ثبت کردن They never gave credit to other people و به واسطه همین کار زشت و ناشایستشون بسات یک استبداد فراگیر و زشت رو فراهم کردن این انحصار طلبی روحانیون یه درد مزمن هست شما فکر نکنید که اینا همینطوری انحصار طلبند. نه این انحصار طلبی از خودبینی و تکبر این طایفه حکایت میکنه این درد بیدرمان اون طایفه است اما کار اخلاقی و شایسته این هست که حق و سهم دیگران رو ادا کنیم نه اینکه به نام خودمون ثبت کنیم و حتی اگر به علتی دیگران به سهم خودشون از آن نکنن ما پیش قدم بشیم و بگیم The credit is yours. کردیت کار این کار از به شما تعلق داره و با این رقم کردیت دادن به دیگران در حقیقت تواضع رو ما در وجود خودمون داریم تقضیه می تواضع رو داریم رشد میدیم چهارمین تمرین عملی اسک for advice Ask for advice این دیگه دستور قرآنه Ask for advice درخواست مشورت بکنید نه اینه که بشینی تا یک کسی بیاد میگه من میخوام به شما مشورت بدم اسک for اد این صریح قرآن کریم هست آشکارا به شخصیت اول در دیانت ما رسول اکرم می دستور میده محمد و شاور همپل امر در امور با مردم مشورت کن نظر اونها رو جویا بشو مولانا چی فرمود؟ پیامبر عظیم متواضع بود حتی اگر ما قرآن رو کلام محمد هم بدانیم این شابر هم فلعم برخواسته از وجود متحول اوست برخواسته از وجودی است که تواضع درش نهادینه شده شاور هم از چنون وجود دگرگون دگر شده, دیگر گون شده ای برمیخیزه پیامبر در همه امور با مردم مشورت میکرد چون فکر نمیکرد الا در مسائلی که به وحی راجع بود چرا که در همه عرصه ها و در همه امور صاحب نظر نبود ما هم نیستیم لذا باید در خانه در کارخانه در مراکزی که آمول منفعه هستیم و ما در بردش هستیم باید با دیگران مشورت کنیم به بیجه در جایهایی از دیگران مشورت بخوایم که دیگران در اون زینت هستند ببینید همین که ما به عقل و شعور دیگران احترام میذاریم و نظر اونها رو جویا میشیم داریم چیکار میکنیم خودمون رو قدری پایین میاریم به خودمون داریم متذکر میشیم که عقل کل نیستیم یعنی داریم تمرین تواضع میکنیم پنجمین تمرین تواضع compliment others دیگران رو تشویق کنیم وقتی کسی کار خوبی انجام میده کار شایسته و ارزشمندی انجام میده ابا نداشته باشیم از اینکه از او تقدیر کنیم حتی اگر even it's as simple as saying good job way to go این گونه تقدیر نه فقط اون فرد رو دلگرم میکنه که اون کار خوب و شایسته رو بیشتر انجام بده بلکه یه مقداری اون تکبر ما رو خودبینی ما رو کاهش میده دیگران رو تشویق کنیم همونطور که خداوند ما رو تشویق میکنه بی جهت نیست که ببینید اینا همه حکمت های که من اینجا دارم بحث میکنم حالا اگه انگلیسی میگم فکر نکنید اینا در کتاب دینی ما من انگلیسی شو میگم که مطمئن باشم ایت سینگ سین بی جهت نیست که هرگاه شما یک کار نیک یک عمل صالح انجام میدید خداوند از کار شما قدردانی میکنه خداوند از شما سپاسگزار هست خالق این عالم عظیم کنهانی از شما تشکر میکنه چگونه خدا از شما چگونه تشکر میکنه وقتی که برای اون کار نیک برای اون کار خیر به شما پاداش میده پاداش حق همون تشکر حق تعالی هست نه فقط یک پاداش سوره مبارکه انعام آیه 160 بیداد میکنه از معنا من جا ابل فلهو عشر و امثالها هر کسی یک کار نیک انجام بده ده برابر پاداش میگیره این تشکر خداوند از شماست این تقدیر خداوند از شماست ما هم باید از خداوند یاد بگیریم از دیگران تشکر کنیم تقدیر کنیم اما اما باید اندازه نگه داریم تا تقدیر و تشویق با دلیل دیگران به تملق نینجامه تشویق دیگران به مجیزگویی نینجامه تملق یا فلاتری یعنی چی؟ یعنی اینکه آدمی چیزی رو بر زبان بیاره که در قلبش نیست نوعی تعریف و تمجید بلا دلیل و بلا جهت هست فرد متملق تمع داره که به نان و نوایی برسه از همین رو چاپلوسی میکنه این خیلی فرق داره با تشویق و تقدیر از دیگران وقتی که اونها یک کار شایسته و نیکی انجام میدن لذا میخوام خب اینو تاکید کنم تشویق و تملق رو هم نباید با هم خلطشون کنیم تشویق هیچگاه نباید به تملق بی انجامه. و اما آخرین نه یکی دو تا دیگه هنوز مونده از تمرینات که مایلم اینجا ذکر کنم و صحبتم رو خاتمه بدم ششمین تمرین عملی تواضع be grateful for what you have and what you do not have درست اون سوجشن قبلی چی بود از دیگران سپاسگزار باشیم اما اینجا صحبت بر اینه که ما باید خودمون هم شاکر باشیم از چیزهایی که داریم و نداریم این نداشتن اتفاقا خیلی مهمتر هست ببینید شکر نعمت تمرین تواضع هست شکر نعمت فقط این نیست که ما داریم حالا یک کار شرعی انجام میدیم چون خداوند از ما طلب کرده پیشوایان دین طلب کردن شکر گذار خداوند باشید شکر نعمت تمرین تواضع هم هست وقتی که ما خداوند رو فیلمسر شکر میگذاریم داریم به خودمون متذکر میشیم که دستاوردها و موفقیت های ما در زندگی فیل جمله انعام باری هستند و ما توفیقی الا بالله دست باری در کار هست او منبع همه توفیقات و موفقیت های ماست از همین رو چنین فردی هیچگاه خودش رو باد نخواهد کرد مقرور نخواهد شد این درباره اون چیزها نعمت هایی هم که ما نداریم صادق هست ببینید نعمت باری فقط داده ها نیست نداده های خداوند هم نعمت هستند مولانا در دفتر پنجم مصنوی یک حکایت زیبایی را آورده درباره یک خری که آمیانه است ولی فوق العاده فوق العاده آموزنده است در سیاق همین تمرینی که الان من دارم ذکرشون کنم برای توازن یعنی که be grateful for what you do not have مولانا می گوید که یک سقایی یک خر نحیف و ضعیفی داشت روزی مسئول استبل سلطنتی گزارش افتاد به اون سقا خرش رو دید که خیلی ضعیف و نحیف هست دلش سوخت به اون سقا گفتش که تو این خرت رو چند روزی به من بده که ببرمش در استبل سلطنتی به حال و روزش رسیدگی کنم خوراکی به او بدم بلکه یک قوتی پیدا کنه سقا همین کارو کرد خر رو داد تحویل اون مرد و اون مرد هم خر رو برد به استبل سلطنتی وقتی که خر وارد استبل شد چشمش افتاد به اون اسبان دید که اسبها چقدر تنومندن چقدر قوی هستند خر روی کرد به آسمان و گفت خطاب خداوند نه که مخلوق تو هم گیرم خرم از چه زار و پشت ریش و لاغرم شب ز درد پشت و از جوع شکم آرزومندم به مردم دم به دم حال این اسبان چنین خوش با نوا من چه مخصومم به تعذیب و بلا گفتش که خدایا منم مخلوق تو هستم حالا گرچه خر هستم جوع شکم یعنی غذا که گیرم نمیاد بخورم یه سقای فقیر مالک من هست و شبها هم از بس که در روز بار من کردن از کمرتت خوابم نمیبره حالا من خودم رو مقایسه می کنم به این اسبانی که در این استبل سلطنتی هستند و انقدر حال و روز خوشی دارن در همین اسنا مولانا میگه یک جنگی رخ داد سپاهیان آمدند و اون اسبهای نیرومند و زین کردند رفتند به میدان نبرد در میدان نبرد برخی از اون اسب مجروح شدن اون اسب مجروح رو برگردوندن به استبل و حالا شروع کردن روی اون اسب جراحی کردن زخم رو میشکافتند تا نیزه ها رو بیرون بیارن وقتی که خر حال و روز اسبان رو دید دوباره رو کرد به آسمان آن خر آن دی آن خر آن را دید و گفت ای خدا من به فقر و عافیت دارم رضا زان نوا بیزارم و زان زخم زشت هر که خواهد عافیت دنیا بهشت بهشت یعنی فرو گذاشت میگه خدا من نه اون نوا رو میخوام نوای اسبان رو و نه اون زخمای زشت رو ببینید این بیان حال خود ما هم هست گاهی زیاد خواهی می کنیم. از خداوند چیزهایی رو طلب می کنیم که ظرف وجودمون مهیای پذیرش اونها نیست. در حقیقت داریم خودمون رو در یک گردابی میندازیم که توان بیرون آمدن از اون رو نداریم. به هر روی سپاسگزاری و شکر گوزاری چه از خالق و چه از مخلوق تواضع رو ترغیب میکنه و اما آخرین تمرین تواضع که مایلم اینجا سریعا بهش اشاره کنم و رد و صحبتام رو خاتمه بدم اگر خاطرتون باشه گفتم که آدم متکبر دیگران رو خادم خودش میخواد همه باید در خدمت او باشند اما این تمرین چی هست؟ and مهربان باشیم و به دیگران خدمت کنیم. این تمرین تواضع هم هست. آدم متکبر همه رو در خدمت خودش میخواد. اما آدم متواضع به دیگران خدمت میکنه. ببینید هر گونه بخشش چه مادی باشه چه معنوی. قدری ایگوی ما رو کوچک میکنه و لذا هر گونه بذل و بخششی مجال فراختری برای رشد تواضع در وجود ما فراهم میکنه هر گونه خدمتی هر چند کوچک به دیگران بکنیم این تواضع رو در وجود ما تقویت میکنه خب به پایان سخن رسیدیم و قبل از اینکه دامن سخن رو جمع کنم مایلم یه تکمله اضافه کنم و دفتر سخن رو ببندم تمام کارهایی که من الان ذکر کردم همه این تمرینات هم این کارهایی که الان ذکر کردم تمرینات تواضع هستند و هم علامتهای تواضع همه این کارهایی که الان ذکر کردم شفت و کار هم تمرینات تواضع هستند و هم علامت های تواضع اینها هم اینها همگی فضیلت تواضع رو در وجود ما تغذیه میکنند و هنگامی هم که تواضع در جان ما نشست و پرورش پیدا کرد اون وقت ما این کارها رو طبیعتا و بدون هیچ گونه چالشی با خودمون انجام میدیم یعنی به نحوی کاملا طبیعی بدون چالش به حرف دیگران گوش میکنیم به نحوی کاملا طبیعی و بدون چالش با خودمون به دیگران خدمت میکنیم به نحوی کاملا طبیعی به دیگران کردیت میدیم از دیگران تقدیر می کنیم. به عبارت دیگه میخوام اینو این کنم که تواضع در چنین جامعه های خودش رو ظاهر میکنه. اینها همگی صورت های متنوع تواضع They are all expressions of humility. این کارها و این تمرینات همونطور که گفتم منیت رو در وجود ما کوچک و کوچکتر می کنند خواهران و برادران هر عملی که منیت و خودخواهی ما رو کاهش بده نوعی عبادت هست نپندارید عبادت فقط نماز هست فقط روزه هست فقط زکات هست هر عملی که منیت ما رو کاهش بده هر عملی که خودخواهی و خودبینی ما رو کاهش بده نوعی عبادت است مولا علی فرمود تمام عبار... عباداتی که در شرع آمده برای ذلت نفس هست برای دلیل کردن نفس خودخواه و خودبین آدمی هست لذا هر کاری که ما بکنیم که خودخواهی و خودبینیمون رو کاهش بده نوعی عبادت هست خب امیدوارم که این صحبت هایی که امشب درباره فضیلت تقوا کردم و این دیتیل هم این مطلب رو من امشب درباره اش صحبت کردم برای شما عزیزان مفید به فایده بوده باشه و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته با سپاس از آقای مهندس دوستانی که سوال دارن اون بخش ریز هند رو لطفا کلیک کنن که بتونین سوال رو مطرح کنید آیه فرم. خب دوستانی که سوال میکنن نیست که تصویرشون هم الان نمیخوام البته شما رو دل سرد بکنم از اینکه سوال بکنید ولی اگر خواستید میتونید تصویرتون هم بیارید که به ببینم چه کسی سوال رو داره طرح کنه. سلام آقای دکتر آقای مهندس سلام علیکم خیلی خوشحالم از دیدنتون دوباره خیلی وقت بود شما رو فرصت نداشتم ببینم خیلی خوشحال شدم که سلامتید و انشالله همیشه پایدار باشید محفظ و معیت باشید خدمتتون رو عرض کنم که من حدود 50 ساله که تو آمریکا سخنرانی گوش کردم این سخنرانی امشب شما یکی از مفیدترین سخنرانی بوده که من در عرض این پنجاه سال شنیدم و علت مفیدترین بودنش هم به نظر من اینه که به ماها که از جامعه هامون دور شدیم اینجا اغلب در عزلت هستیم یا خیلی کم از تعدادمون به ما یه مقدار مسائل اخلاقی رو یادآوری کرد خیلی از سخنرانی های ما در آمریکا به مسائل اخلاقی کاری ندارم فقط این سوال نیست البته فقط خواستم از شما خیلی تشکر کنم برای این پرورش فکری و اخلاقی که برای ما مهیا کردیم پایدار باشین البته سوال زیاده ولی نمیخوام وقت بگیرم یعنی که انشالله موفق باشید خیلی متشکرم ممنون تشکر میکنم از حسن زن شما نسبت به خودم اما میخوام اینم خدمت رو من عرض کنم من راسیاتش چند وقتی هست که متوجه این نکته شدم که شاید کسانی که بلندگو دستشون هست میکروفون دستشون هست خیلی از مباحثی که ما میکنیم it goes over people's head خود منم هم I'm guilty of that um, صحبت هایی هست که دردی رو از کسی ممکنه دوا نکنه گرهی رو از کار فروبسته عملی زندگی روزمره ما باز نکنه و تصمیم گرفتم که به حول اون الهی اگر عمری بود بیشتر درباره باره فضیلت های اخلاقی به نحوی که امشب ترک کردم یعنی با تمرینات یعنی اگر ما فرض کنیم از تقوا صحبت میکنیم ما چه تمرینات عملی میتونیم تو روز زندگی روزمرهمون انجام بدیم که تقوامون رو بالا ببریم چه کارهایی بکنیم که صبورتر باشیم چه کارهایی بکنیم که شاکرتر باشیم قانعتر باشیم ببینید من فکر میکنم معلمان دینی ما باید بیشتر روی این مسائل سرمایه گذاری کنند مسیحی ها از ما خیلی بهترن من حقیقتا وقتی که نگاه میکنم به کلیسا و مسجد میبینم کلیسا خیلی خیلی مکان بهتری هست برای مردم که برن و درس های عملی برای زندگیشون بگیرن تا مساجد ما مساجد ما همش یا اصلا حرفای کاملا بی ربط هست تبلیغ و تدریس خرافات هست و اگر هم خرافات نیست هیچ تمرینات عملی یا کمتر تمرینات عملی به مردم داده میشه برای بهتر زیستن برای اخلاقی بودن بر حال انشالله شما هم دعا کنید که خداوند این توفیق رو به من بده که به عنوان یک برادر کوچک شما و یک دانش آموز مکتب اسلام بتونم در این زمینه ها کارهای بیشتری انجام بدم به حال خیلی ممنون از حسن زنتون جناب توکلیان خیلی متشکرم سلامت باشی فکر کنم شما من رو روی میوت گذاشتین تصویم قشم ولی فکر الان صدای منی میشنوین بله بله الان صدا بله یک دوست دیگری هم سوال دارم بفرمایید دمشته. سلام علیکم الحمدلله شما خوبید شما رو خوب هستین الحمدلله اهل بیت خوبن همه همه خوب ممنون باشه این صحبتتون خیلی سیاسی بود آماده کرده بودیم برای انتخابات ها؟ <تصفيق> 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 والا ما نه راسیاتش اصلا تو ذهنم نبود این حرفا رو بزنم حالا مسئله فقط انتخابات نیست ایران هم هست عربستان هم هست مصر هم هست ما متاسفانه کمبود نداریم از مصادیق برای این <applause> مصیبت ها شما هر جا نگاه میکنید دور دنیا نمیدونم چرا وضعیت بشر اینطوری شده هم در آمریکا هم در ایران هم در عربستان هم نمیدونم در روسیه همه جا ما بشریت به این مسائل مبتلاس دیگه بله حقیقتا هم عوض دموکراسی داره اونوری میره همش به طرف این آدمای به قول شما متکبر و خودخواه و اینا داریم پیش میریم و تمام جوامع رو اینا قبضه کردن دیگه از شوروی گرفته تا چین و این آمریکا و اینا دیگه نه واقعا خیلی عالی بود از این ممنونم از اینی که اینا رو برای ما اینجوری باز میکنید که فهم این افراد و این خصوصیات برای ما روشنتر میشه یعنی که خیلی ممنون متشکر انشالله که در این راه بیشتر و بیشتر پیش برید و ما رو روشن کنید محبت داریم خیلی ممنون انشالله که این معضل کرونا برطرف بشه که ما این مجالس رو بتونیم در خود بلد. بنیاد داشته باشیم چون من وقتی که در خود بنیاد صحبت میکنم دیدن دونون تضاق من رو خیلی بیشتر سر ذوق و شوق میاره برای حرف زدن بله ما, هم دلمون تنگ شده خیلی دوست داریم که در خدمتون باشیم حالا انشالله بتونیم هر زودتر در خدمتتون باشیم خدمت بازم از... تشکر مم. ممنون متشکرم باشید در پناه حق باشید خدا حافظ مرسی خدا حافظ شو. نفر بعدی بفرم سلام از کردم من خواستم به نوبه خودم از شما تشکر کنم و خیلی مفید بود اینشالله که سلامت باشید آقای انتظام خیلی ممنون خدا مستارمتون معید باشید در پناه حق باشید آقای مهندس حالا دوستان سوال مطرح نکردن ما تشکر میکنیم ولی یه سوالی حالا به من به ذهن هم رسید بفرمایید در حال بیشتر به نظر میرسه که بیشتر اخلاق فردیه یعنی وقتی که تو حوزه اجتماعی وارد میشیم فرض مثلا یه نهاد روحانیت خب خیلی هاشون به لحاظ فردی امکان داره آدم های متواضع باشن ولی وقتی در ساختار قدرت قرار میگیرن و قدرت دستشون میفته شما ببینید که اون به اصطلاح ماجرا خیلی پیچیده تر میشه میتونید یک کمی برای ما این بخشش هم در واقع باز کنید که در حال خیلی الان شما دارین از همین افرادی که در رأس قدرت هستن تو ایران یا جاهای دیگه حالا ترامپ تو اینجا یه آدم خیلی استثناییه ولی قاعدتا اونایی که توی رأس قدرت میرن به لحاظ فردی آدم های به اصطلاح این دوره ها رو طی کردن ولی توی ساختار قدرت وقتی قرار میگیرن اگر قدرت اون نهاد دموکراتیک نباشه خب طبیعی هستش که مدام میرن به این سمت که به لحاظ فردی متواضع هستن ولی به لحاظ اجتماعی و تو ساختار قدرت و سیاسی اونا به یه تعریف دیگری به سر آدم حس میکنه باید داده بشه برای توازن این رو اگر بتونید یک کمی برای ما باز کنید اگر ببینید بدون تردید توازو در کنه دموکراسی در یک سیستم به واقع دموکراتیک نهفته است ببینید شما وقتی که مثلا یکی از عمودهای خیمه دموکراسی تمکین کردن به عقل جمعی هست عقل جمعی public reason وقتی که شما منیاد یکی از عمودهای خیمه نظام شما تمکین به عقل جمعی هست یعنی پذیرفتیم که همه حرفهای خوب همه دانش همه چیز اینکه آدمی بتونه بینش خوب داشته باشه در یه جا نیست در یه قانون نیست پراکنده است دیستریبیوتد هست و لذا اصولا در اندیشه دموکراتیک تواضع هم نهفته هست همونطور که شما به درستی هم گفتید و اساسا یکی از کارهایی که دموکراسی خدماتی که دموکراسی به جوامع میکنه این هست که به فرض هم که یک آدمی متکبر مثل امسا ترامپ بر بخوره و وارد سیستم بشه نتونه اون در حد وسع خودش خرابکاری کنه شما تصور کنید که ما در آمریکا distribution of power separation of powers نداشتیم ببین separation of powers یعنی چی یعنی که ما پذیرفتیم عقلها باید در کانون مختلف باشن قوای متعدد داشتن یعنی عقول در کانون مختلفی باشن و حالا یک فرد اگر هم که حسنیت نداشته باشه بر بخوره وارد سیستم بشه خیلی کمتر میتونه آسیب بزنه به اجتماع تا اون جایی که این دیستریبیوشن آف پاور و سپریشن آف پاور وجود نداره لذا بدون تردید اگر ما میخوایم جلوگیری کنیم از آسیب های اجتماعی و سیاسی ناشی از قدرت باید سعی کنیم قدرت رو بشکنیم در جامعهمون قدرت رو در کانونهای مختلفی بذاریم و تا امروز حداقل من نسخه بهتر از دموکراسی سراغ ندارم مراد من نیست که حالا دموکراسی برای ابد حداقل اونطوری که ما امروز میفهمیم و طرحش میکنیم تا ابد این بهترین سیستم برای جوامع بشری خواهد بود اما اون نسخه هایی که تا الان پیشیده شده من یکی سراغ ندارم نسخه ای بهتر از دموکراسی لذا میخوام اینو عرض کنم که بدون تردید بدون تردید تواضع به عنوان یک فضیلت در کنه اندیشه دموکراتیک وجود داره و ما وقتی که جامعه امون رو دموکراتیک می کنیم در حقیقت داریم تواضع رو در یک اشل وسیعتری ترویج می کنیم حالا البته دایه ای من این نیست که اخلاق اونگونه که در اسلام یا مسیحیت ترد میشن اینا اخلاق جمعی ان نه من واقعا چنین دعایی ندارم در اصل و اساس اخلاق در همه ادیان فردی هست اما هنوز اون اخلاق فردی میتونه اپلیکیشن های جمعی هم داشته باشه میتونه اپلیکیشن های جمعی هم داشته باشه بله تواضع هم من فکر میکنم یکی از اون تحمیلت هایی است که اپلیکیشن های جمعی هم داره بفرماید در کسی دیگه سوال دیگه ای داره ببین حالا من این دینم بگم ببین قناعت هم همین ها قناعت هم همین خیلی از فضیلت های اخلاقی ما ما میتونیم اپلیکیشن های جمعی و اجتماعی هم براش قائل باشیم یه قناعت رو الان من گفتم ببینید این مسئله گلوبال وارمینگی که الان ما باش دست و پنجه نرم می‌کنیم این مسیب destruction آف ecosystems به خاطر چیه؟ به خاطر زیاد خواهی بشر هست به خاطر که بشر در یک جایی قناعت رو فراموش کرد در قرن 17 هم و 18 هم با در آمد با قوت گرفتن رنوسانس در آمدن عصر خرد عصر اقلانیت به این طرف یک کسانی سر آوردند و گفتن که آقا معنا نداره که ما آدمیان بسنده کنیم به اونچه که کلیسا به ما گفته کلیسا با این همه تأکیدی که رو قناعت میکرد باعث شد که ما پیشرفت نکنیم خلاصه اینها آمدن و این گرداب رو برای بشر پناهم کردن که امروز ما درش افتادیم و به این راحتی ها از این گرداب نمیشه نجات پیدا کرد قناعت فکر نکنید که فقط یه چیزی بوده که صوفیان گفتن زاهدان گفتن نه قناعت یک فضیلت برای جوامع بشری هست تا جوامع بشری قانع نباشند، کانتنت نباشند، همین مصیبت هایی مثل گلوبال وارمنگ um, Destruction डिस्ट्रکشن اف دی اکوسیستم خواهند بود، اجتناب ناپذیر خواهند بود. به هر حال در این زمینه فراوان میشه سخن گفت که اخلاق فردی دینی بلکه اپلیکیشن های جمعی هم خواهد داشت. الان صدای من میاد؟ بله بله. با سلام خدمت بله. استاد بزرگوار و سپاس واقعا سخنان شما برای من خداوکیل از دفعه قبل قلب سلیم الان نمیتونم نشونتون بدم که چند صفحه نوشتم و چقدرم سوال داشتم و قابل نیستیم و منتظریم که انشاءالله این مساله تموم بشه و در خدمتتون باشیم برای دستبوسی و گوش دادن به واقعا کلامتون که آرامش روح به من میده حقیقتا و دازم. یه سوالی که فقط از حضورتون داشتم از قدیما یادمه که این شعر رو میخوندیم وقتی قدیما میگفتیم تواضع سر رفعت اندازه در تکبر به خاک دار. اندر اندر اندازد ولی در مورد این صحبت که شما فرمودین من یه جایی متوجه شدم همجور که فرمودین از اول تواضع همو یعنی خاک بودن یا همو فروتنی یا خاک باشی خاک باشی بله. بله. سوال من اینه کلا متوجه شدم که چقدر فضیلت خوبی داره یک جوابی رو خودتون فرمودیم در موردی که آیا ما این تواضع رو در مقابل همه افراد فرق نمیکنه یعنی در مقابل همه میتونیم متواضع باشیم یا نه اگر که نه اون آقایی که نقل خانمش شما جواب دادین گفته بود خیلی متواضع شدم و فلان و اینا بدتر به سر اومد اینجا برای من مفهومش چیز شد که آیا در مقابل همه متواضع باشیم یا بستگی داره که ما در مقابل کی محبت بفرمایید جواب به من ببین این فوق العاده سوال خوبیه خیلی ممنون که طرحش کردید و همونطور که گفتم من هر وقت صحبت از تواضع در مجامع می کنم بعد از سخنرانی دوستان میان و همین سوال شما رو طرح می ببینید من عرض کردم که تواضع با تزلل یعنی ذلت پذیری تفاوت داره در اسلام از ما خواسته شده که متواضع باشیم پیامبر اکرم متواضع بود اما هیچگاه در برابر ظالمان و خاطیان سر تعظیم فرود نمی آورد درست شد همون مردی که اهل تواضع بود مثل بردگان می نشست به تعبیر زیبای مولا علی با دست خودش لباس رو وصل می کفششو پینه می همون آدم غیر خدا رو بنده نبود سر تعظیم در مقابل حرف زور پایین نمی آورد دین از ما نخواسته کسی که به شما زور میگه شما مکلفید که با زورگویی او در بیفتید حالا چه میخواد در خانه باشه چه در بیرون حالا منظور من این نیست که شما زور با زور پاسخ بدید ولی به دنبال این باشید که مشکل زورگویی رو به نحوی حلش کنید ان الله که دوستانه باشه ان الله که توام با محبت با پن، با اندرز باشه ولی منظور شما توجه بکنید تعالیم دینی ما یه منظومه است شما مثل منظومه شمسی رو توجه کنید کره زمین اینجاست ماه اونجاست نپتون اونجاست مریخ اونجاست درست شد تعالیم دینی ما هم یک منظومه هست همش رو باید در کنار هم گذاشت در کنار هم نشانید باید به نحوی ما این تعالیم رو بفهمیم که با هم تعارض پیدا نکنن در قرآن کریم آمده که اگر این آیات این کتاب منشأش از جای غیر از خدا بود شما درش اخ... فیه کسی را اختلاف میدیدید لذا وقتی که کسی میاد به من میگه آقا تو این کتاب قرآن تناقض زیاده اختلاف زیاده من میگم آقا جان در قرآن تناقض نیست عینک تو عوض کن آیات رو باید جوری بفهمید که بین اونها ناسازگاری نیفته تعالیم دینی هم همین هست ما این تعالیم رو دستورات رو فرامین رو باید اولا به شکل یک منظومه بفهمیم اما منظومه هایی که این سیاراتش به نحوی در کنار هم قرار گرفتن که با هم کلاید نمی کنن. درست؟ بله در دین ما آمده که متواضع باشید ولی به ما گفته که ذلت هم نپذیرید درست شد پس بنابراین در برابر ظالمان به هیچ وجه متواضع نباشید در برابر خاطیان متواضع نباشید باید خاطی رو در سر جای خودش نشوند. باید زورگور رو در سر جای خودش نشوند. اگر در محل کارمون هست اگر در خانوادهمون هست از در محیط اجتماع کوچک خودمون هست البته به نحوی خیلی دوستانه با کلامی نرم با کلامی لطیف اندرز بدیم بکوشیم که با یک سخن نیک ان الله اون فرد خاطی اصلاح بشه اما به هر حال باید خاطی رو در سر جای خودش نشون در اجتماع هم همین هست اصلا این فریضه امر به معروف و نهی از منکر در شریعت برای چی آمده؟ اولا و به ذات امر به معروف و نهی از منکر راجع هست به حوزه جمعی یعنی خاطیان رو در سر جای خودشون بنشونیم به حال میخوام از این صحبتم مجددا این جمعبندی من نتیجه گیری رو بکنم که تواضع به معنای ذلت پذیری نیست به معنای توسری خوردن نیست در برابر خاطیان و زورگویان اونهایی که اجهاف میکنن ما هیچ وقت نباید تواضع ببرزیم البته خودمون رو هم نباید گنده کنیم در مقابل اونها ولی باید همواره در برابر اونها از حق دفاع کنیم کلمه حق رو بیان کنیم و سعی کنیم به نحوی شایسته و نیکو اونها رو هم به طرف حق دعوت کنیم و اونها رو یواش یواش حلشون بدیم که وارد مسیر حق و حقیقت بشن با سپاس از آقای مهندس اندزام که بسیار بحث بس مفید و کاربردی رو مطرح کردن و همچنین از دوستانی که در مجلس حضور داشتن و شنیدن سال دیگری من نمی که دوستان مطرح کنن خیلی ممنون آقای مهندس و انشالله که تا نوبت های بعد ما شاهد همین سیر این صحبت ها باشیم این مباحثی که در واقع دست بندی کردین اگر خیلی ممنون و مشکر از همه عزیزان بیکند خوبی داشته باشید همه در پناه حق از شرور طبیعی و بلیات زنان در امان باشید خدا نگهدارتون